بسم الله الرحمن الرحيم. تعجيل الفرج آغا صاحب العصر والزمان، سه صلوات محمدي ختم کنید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المظلومة الشهيدة المغصوب حقها المظلوم بعلها، المكسوم ضلعها. دعای فرج با هم زمزمه می کنیم با امید این که این شب جمعه، شب جمعه غیبت یوسف زهرا باشد. فردان دابیات الا لقد ظهر المهدی من آل محمد. با توجه و از سویدای قلب دل تو متوجه بابد بکن، مانند یک تشنه در بیابان در مانده بی کس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صداش بزن يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب شب جمعه، شب زیارتی ارباب بی کفنمون. دست احترام و سینت بگذار، متوجه ششگوشه مولا بشو. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين يا حسين، حسين يا
حسين يا كبار ديك حسين يا حسين حسين يا حسين. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. در قسمت های قبل صحبت هایی شد در مجالس قبل در مورد چگونگی بودن با اهل بیت در دنیا و آخرت و به خصوص در آخرت که اون حیات ابدی است، حیات جاودانی است واقعا، وگرنه این 60-70 سال زندگی که حالا خب عمرها کمتر شده با این خطراتی که به وجود اومده، حوادث رانندگی که هست، زلزله ها، آتش فشان ها، امثال اینها، بیماری های همه گیر مانند این ویروسی که بهش مبتلا هستیم در کل جهان، ویروس کرونا و امثالش، خب گاهی اوقات عمر کمتر از این حرف هاست. حیات ابدی اونجاست، حیات واقعی آنجاست. حالا اگر بنا باشه هر روز، البته روز و شبی که در بهش نیست، حالا به تعبیر خودمون هر روز نگاهت به حسین فاطمه بیفته، ما که توفیق نداشتیم، ما که نتونستیم، ما که این امکان برامون نبود در زمان اهل بیت باشیم، هر بلایی سرمون میاد، هر سوالی داریم، بریم در خونه اماممون رو بزنیم، یه نگاه به اماممون مندازیم، از آقا طلب بکنیم، حاجت بخواهیم، سوال کنیم، مسجد ببینیم، روی زیبای یوسف های زهرا را ببینیم. حالا که فعلا در عصر غیبتیم و چه باید بکنیم که لااقل اون دنیا، حالا که اینجا محروم شدیم، این چشم ها لیاقت دیدن یوسف زهرا رو نداشته، لااقل در آخرت ما رو محروم از دیدار آنها نکنن، چه کنیم؟ یک سری از مطالب را بنده اشاره کردم، در ادامه میخوام چند تا رو تیتوار تقریبا خدمتتون عرض کنم. یکی دیگه از مسائلی که باید بهش توجه کرد برای اینکه با اهل بیت بود، فرو بردن خشم در راه اهل بیت. ببینید راه اهل بیت راهیه که سخته، اینطور نیست شما فکر کنید همین که پاتو در راه اهل بیت گذاشتی همه چیز راحت میشه. تازه ما در زمان راحتی داریم زندگی میکنیم، آزادیه، نه قتلی هست آنچنان که قبلا بوده. شما تاریخ را نگاه کنید، امثال حجاج ها را ببینید، 120 هزار نفر را کشته، 120 هزار نفر و شاید هم بیشتر، و وقتی هم که به درک واصل شد باز نزدیک 100 هزار نفر در زندان های کوفه زیر دست حجاج ابن یوسف بودند. کسی که زن و مرد را در یک زندان قرار میداد، زندانهاش سقف نداشت، همه اینها جز موالیان امیر المؤمنین بودند، علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام بودند، شخصی را وارد بر معاویه کردند علیه لعائن الله، گفت اسمت چیز، گفت پدر و مادر من به من ظلم کردند. تعجب کرد، من دارم اسمشو میپرسم این چی میگه، گفت چرا، گفت برای این که اسم مرا علی گذاشتند. ببینید چقدر وحشت بود، شیعیان را می کشتند علی القطع و الظنه. یعنی چی؟ چه اونهایی که می شناختند چه شیعه است، مطمئن بودند شیعه است، چه اونهایی که احتمال می دادند این شیعه باشه، یک ظنی بود، احتمالی بود، 60% یا 70% این شیعه است، می گرفتند می کشتند. ما در اون زمان ها نیستیم، ولی در این زمان حالا یک جور دیگه باید صبر کنیم. همین که پاتو در راه اهل بیت گذاشتی، هجوم ها شروع میشه، حمله ها شروع میشه، تهمت ها شروع میشه، افراد مختلف، کسایی که حسینیه دارند، هیئت دارند، موکب دارند، کسایی که خلاصه پول هیئت دستشونه، پول حسینیه دستشونه، کسایی که در راه اهل بیت خدمت میکنند،
در معرض تهمت هستند، در معرض هجوم هستند، در معرض حمله هستند. خب گاهی از روی حسادت، گاهی از روی دشمنی طرفو بهش تهمت میزنن، فلانی آشپز حسینی از خدا میدونه مثلا چقدر غذا خونه میبره، فلانی رو تهمت میزنن پولای هیئت دستش، خدا میدونه با این پولا چه میکنه. اینجاست که آدم باید صبر کنه. اگر در راه اهل بیت پا گذاشتی، بدون که باید صبر کنی، بدون که از وقتی که پا تو گذاشتی در راه اهل بیت دشمنی ها شروع میشه، تهمت ها شروع میشه، جدال ها شروع میشه، جنگ ها شروع میشه، حالا چه به عنوان فردی چه به عنوان گروهی. گروه شیعیان الان در جهان مورد مظلومیت واقع میشن. خب زمانی که داعش بود، داعش اونها را به عنوان شیعه و موالی اهل بیت میکشت. جنگ های فرهنگی که هست، جنگ های عقایدی که هست، دشمنی هایی که هست از طریق وهابیت، از طریق کشورهای دیگر، خلاصه انسان نشیعه و شیعیان مورد هجوم واقع میشند. قال الصادق علیه الصلاة والسلام، امام صادق به یکی از اصحاب خوبشون ابن النعمان، بله، فرمودن من قعد الى ساب اولیاء الله فقد عصى الله. ابن النعمان، بدان کسی که میشنود که اولیای الهی مورد دشنام واقع میشن، سب قرار میگیرن، به دشمن، به اولیای الهی داره سب میشه، دشمنی میشه، فاحش میدند. اگر کسی بتواند کاری بکند و نکند، مثل خلاصه اون کاریکاتورهایی که انجام شد همین یک مدت پیش، اهانت هایی که به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد، کسی که می تواند کاری بکند و نکند، بنشیند نگاه کند ببینه، ببینیم حالا چی میشه. فقد عصى الله، این خدا را عصیان کرده، گناه کرده. و من کظم غیظا فینا، اما اونی که در راه اهل بیت خشم خودش را فرو ببرد، خشمگین میشه، اما همش در راه اهل بیت خشم خودش رو میتونه اعمال بکنه، یا حتی اگر نتواند اعمال کند ولی با صبر میکند، این شخص با اهل بیت خواهد بود. ببینید رفقا، همین که حسینی شدید، همین که هیئتی شدید، بارها اینو گفتم، یک برندی بهتون چسبیده که دشمن زیاد داره این برند. حسینی بودن و اهل بیتی بودن به این آسونی ها نیست. بله گاهی اوقات در زمان اهل بیت، در زمان سید الشهدا حبیب ابن مظاهر، باید شمشیر به دست بگیره در راه سید الشهدا، جان خودش رو، روح خودش رو، بدن خودش رو فدا کند، همونطور که بقیه اصحاب سید الشهدا این کار را کردند. خب بقیه چی؟ الان که ما در عصر غیبت هستیم چی؟ یکی از راه ها همین است که بتونی صبر کنی بر این بلاها، بر این امتحانها. ببینید روایت هست، والله که بدانید ما در چه عصر سختی و در چه زمانه سختی به سر میبریم. آدم نباید زود خسته بشه، از کوره در بره، بابا نخواستیم شیعه باشیم، اینطور نباشه. حواست باشه چه گوهره و چه جوهری را داری، مبادا اون را از دست بدی، مبادا ارزان بفروشی. امام صادق علیه الصلاة والسلام فرمودن والله لتمحصن ولتمحصن ولتمحصن ولتغربلن ولتغربلن ولتغربلن. آنقدر این بلاها به سر شما میاد در عصر غیبت که دیگه نخاله و جرم اضافه و چیزی باقی نمونه، فقط اون اصحاب خلص باقی بمانه، مثل قضیه کربلا، قشنگ مثل قضیه کربلا که سید الشهدا اصحابش رو از روز ازل، از روز عالم ذر انتخاب کرد. اینها لیاقت این را داشتند
که به یه مقامی برسند که وقتی شما میخواید زیارت بخونید به ابی انتم و امی فدای شما شود پدرم و مادرم، طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، خوشا به حالتان، خوشبخت شدید، سعادتمند شدید، پاکیزه گشتید و پاکیزه گشت زمینی که شما در آن دفن شدید. اینها طی امتحاناتی که در طول زندگانی خودشون، که حالا یه سویش به ما رسیده یه سویش نرسیده، خدا میدونه اینها چه امتحاناتی را خلاصه پشت سر گذاشتن تا رسیدند. یکی از صبرها و فروبردن خشمها که جلوه پیدا کرد و همه شما شنیدید قضیه حبر بن یزید ریاحیه، وقتی که راه را بر سید الشهدا بست و حالا یک صحبت ها و گفتگوهایی بین سید الشهدا و بین حبر بن یزید ریاحی صحبت گرفت، حضرت بهش فرمودند فکلت که امک، مادرت به داغت بنشیند. خب حبر بن یزید ریاحی با خودش فکر کرد الان میتونه جواب بده، اما به سید الشهدا گفت به خدا اگر غیر از تو کسی به من این را گفته بود به مادرش متعبز میشدم، اما چه کنم که مادرت زهرای اطهر است. شاید به خاطر همین جایگاه، همین برخوردش بود که مورد عنایت الهی قرار گرفت، انتخاب شد و جزو اصحاب سید الشهدا قرار گرفت. و من کظم غیظا فینا، اونی که به خاطر ما خشم خودش را فرو ببره، لا یقدر علی امضائه، نمیتونه کاری بکنه، کان معنا فی السنام الاعلا. شیعیان امیرالمؤمنین، شما مورد رحمت هستید، مورد مغفرت اهل بیت هستید. میدونید چرا؟ چون که دارید صبر میکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن نحن صبر و شیعتنا اصبر منا، ما خیلی صبر میکنیم اما شیعیان ما از ما بیشتر صبر میکنند. راوی تعجب کرد، ابن رسول الله شیعیان از شما بیشتر صبر میکنن؟ میگن میشود. گفت بله یا هذا، بله، چون ما صبر میکنیم در مقابل بلاها و آنچه را که به سرمون میاد، به خاطر آنچه را که میدانیم، میبینیم، میدانیم یقینا چه به دستمان میآید، علم یقینی داریم، اما آنها فقط به خاطر این صبر میکنند که ما به آنها این را گفته ایم. شما حدیث شنیدی اگر صبر کنی با اهل بیت، حدیث شنیدی اگر فلان کار را بکنی در بهش هستی، خب فلان حدیث را شنیدی روایت را که اگر بر این بلاها صبر کنی خدا بهت درجات بهشتی میده، یقین که نداری، بله اعتقاد داری، ولی یقین بحثش دیگه است. یقین مثل این است که شما یک آتشی روبروت باشه داری نگاه میکنی، یقین داری که این آتش است و این آتش گرم است، اگر دستش رو روش بذاری میسوزد، اینو بهش میگن یقین. اما اعتقاد چیه؟ که آتش میسوزاند، خلاصه این اعتقاد من است. این که بهشت و جهنمی هست، امام زمانی هست، خدایی هست، اعتقاده. یقین یک مرحله خیلی بالاتر است که اگر به مرحله یقین برسه انسان دیگه اون مرحله نهایی بشریته. خب اهل بیت یقین دارن، اما ما چی؟ ما چرا صبر میکنیم؟ ما چرا این کار رو میکنیم؟ ما چرا بر مشکلات و بلاها صبر میکنیم؟ چون که به اهل بیت اعتقاد داریم، اونها به ما اینو گفتند، ما هم به این اعتقاد پیدا میکنیم. برای همین شیعیان ما امام صادق میفرمایند از ما صبرشون بیشتره، چون که بران چرا که نمیدانند صبر میکنند. یک چیزی شنیدن، روایتی از امام صادقشون شنیدن، بهش اعتقاد دارن، به حسب اون عمل میکنند. این صبرشون بیشتر از ما نیست؟ امام باقر علیه السلام میفرمایند من هر روز و شب برای شیعیان من 1000 بار استغفار میکنم.
امام باقر صلوات الله و سلام علیه، باقر علوم الاولین و الاخرین. هزار بار حضرت استغفار میکنه برای گناهکاران شیعه که من و شما جز بشونید. بند خودم رو عرض میکنم، انشاءالله شامل هممون، شامل رحمت و مغفرت اهل بیت و دعای خیرشون و دعای خیر امام زمانمون قرار بگیریم. چرا اینجا همین بحث را حضرت مطرح میکنند؟ چرا یا ابن رسول الله چرا هزار بار استغفار میکنید؟ فرمودند چون که ما بران چرا که بر ما وارد میشه از بلاها و مشکلات و مصائب صبر میکنیم به خاطر آن چرا که بهش علم و یقین داریم از ثواب. و هم یصبرون علی ما لا یعلمون، اما اونها صبر میکنند بران چرا که به آن علم ندارند. یکی دیگه از مطالبی که باید بهش اشاره کرد و جزء اموری است که باید رعایت کنیم، جزء اون مسائلی است که باید مراعات کنیم تا به مقامی برسیم که جزء افرادی باشیم که همنشین اهل بیتند، چیه اون مطلب؟ که مطلب ششم فرو بردن خشم، مطلب پنجم بود، مورد ششم عدم یاری ظالمه. مبادا ببینیم به کسی داره ظلم میشه ما ببینیم ظالم را یاری کنیم. عدم یاری کردن ظالمه. این ظلم همه نوعه میتونه باشه ها. ببینید ظلم چند نوعه خودش. گاهی من به خدای خودم ظلم میکنم، وقتی کفران نعمت میکنم، وقتی خداوند عز و جل برای من تمام اسباب هدایت و فرستاده، عقل را به من داده تا فکر کنم، اهل بیت و انبیا و اولیا را فرستاده که پشت آنها که به عنوان روشنگران این راه هستند راه بیافتم، خب من کنار میزنم، دوری میکنم، کفران به آنها میکنم، این کفران نعمته، این ظلم به خداست. گاهی اوقات ظلم عبد به خودشه، ظلم انسان به خودشه، انواع مختلف داره این ظلم ها. یک ظلم اینه که انسان کفران نعمت خودی بکند که خدا بهش داده و با نعمت های الهی گناه بکنه، چشمی که خدا داده به گناه مشغول بشه، زبانی که خدا داده به گناه مشغول بشه، گوشش به گناه مشغول بشه، هر روز صبح که می شود تمام زبان به نطق میاد، البته ما نمیشنویم چون که پرده هایی بر گوش و چشم ما هست. قبلا هم خدمتتون عرض کردم گوش ما بین 20 مگاهرتز تا 20,000 مگاهرتز را میتونه دریافت کنه، یا هرتز را، 20 هرتز الی 20,000 هرتز. خب اگر انسان پایین تر از این باشه موج صوتی یا بالاتر باشه نمیشنوه، اما این دلیل نیست که همچین موج صوتی نیست. بله یه دستگاهی اختراع میشه میتونه این امواج صوتی رو دریافت کنه، پس معلوم میشه یک همچین چیزی هست. دلفین ها میگن بیشتر از این را، بیشتر از 20,000 تا را میتونن دریافت کنن. بعضی از حیوانات کمتر از 20 تا را میتونن دریافت کنن. پس اگر من یک چیزی را الان درک نمی کنم دلیل نیست که نباشد. من قدرتم این محدودیت ها داره که این را درک نکنم. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام به نوف فرمودن یا نوف ان سرک ان تکون معی یوم القیامه. فرقی نمی کنه، فقط این خطاب به نوف نیست ها، نوف بکالی، البته خوش بقالی بوده، فارسی بوده، عربی شده، بکالی شده. خطاب درست به ظاهر به نوف بکالیه یا نوف، ولی این خطاب به من و شما هم هست، به من و شما هم هست. امیر المؤمنین داره به من محمد ندا میده، خطاب میکنه، محمد میخوای با من باشی، با من امیر المؤمنین باشی یوم القیامه. ان سبک، اگر مایلی دوست داری ان تکون معی. امیر المؤمنین که دروغ نمیگه،
بس أن تكون معي يوم القيامة فلا تكن للظالمين معينا. ما بهنا يبزي بيات بيك ظالمي كمك كني. حالا این ظالم ممکنه پدری باشد، شما داری یک کار میکنین پدر به بچه هاش ظلم کنه، یک مادری باشه شما داری کمکش میکنی به بچه هاش ظلم کنه، شوهری باشد شما داری کاری میکنی که این شوهر به زن و بچه هاش ظلم کنه، زنی باشد شما داری کمک میکنی بهش یه قوانینی یاد میدی که غیر شرعیه. ببینید همه قوانینی که شما در اون کشوری که هستید، خب یک سری از قوانین هست که حالا برای دفاع از حقوق زنان و حقوق فرزندان و این هاست، یک سری از این قوانین طبق قوانین شرع ما نیست، مخالف شرع ماست. خب حالا من بیام با اون که میدونم این قانون مخالف شرع یاد خانم بدم که این بتونه بر شوهرش شکایت کند، اون از خونه بیرون بدازه، تا کیلومترها نتونه نزدیک بچه هاش بشه، نتونه بچه هاش، این ظلمه، این ظلم است، این یابی رساندن به ظالمه. ما فکر نکنیم ظالم فقط معاویه است و حجاج ابن یوسف است و فلانی است و فلانی، اگر حاکم بود من کمکش کنم این ظلمه، نه، ظلم خیلی ممکنه کوچیک بشه. گاهی اوقات ما یه ظلم هایی میکنیم که خودمون نمیدونیم، ولی اگر واقعا وارد قضیه بشیم میبینیم عجب ما چقدر ظلم کردیم. باید حواسمون باشه، باید توجه داشته باشیم به رفتارمون. ظلم به همسایه، ظلم به بچه، ظلم به همسر، چه زن به شوهر چه شوهر به زن، ظلم همسر یا شوهر به فامیل های زن، ظلم زن به فامیل های شوهر و همینطور. من بیام با یه قوانینی که مخالف شرع الهیه ظلم بکنم به زن و بچم، به دوستم، به یارانم، به همکیشانم. فلا تکن للظالمین معینا، یا نوف من احبنا کان معنا یوم القیامه. اونی که ما رو دوست داشته باشد با ماست. خب دوست داشتن یعنی چی؟ همین که دوست داشته باشم اهل بیتو، حالا هر کاری خواستم بکنم؟ نه، مقصود امیرالمؤمنین اینه یکی از اونها این است که ظلم نکند، نه اینکه به گناه های دیگه هم بکند. من احبنا، ای نوف، ای محمد، بدان اونی که اهل بیتو دوست داره خب تبعیت از اهل بیتم میکنه. نمیتونی شما بگی من اهل بیتو دوست دارم ولی با اینا همه به این ناسزا میگم، غیبت اونو میکنم، به این دروغ میگم، به اون ظلم میکنم، به کار زشتم پافشاری میکنم، گناه میکنم. اینها قابل جمع نیست. شما گاهن و شاید بارها به بچه تون اینو گفتی، اگر منو دوست داری که نباید این کارو بکنی، اگر منو دوست داری که نباید دروغ بگی، اگر منو دوست داری که نباید تو مدرسه اذیت بدی، اگر منو دوست داری نباید با فلان این دعوا کنی، درست یا نه؟ وگرنه که این دوست داشتن نمیشه. اگر منو دوست داری که نباید خونه به هم بریزی. همین بحث در مورد اهل بیت هم هست. اگر اهل بیت ها انسان دوست دارد به این معناست که باید از اونها تبعیت بکند. کان معنا یوم القیامه. حالا اگر به یک ظالمی کمک کنی چی میشه؟ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من اعان ظالما سلطه الله علیه. اگر به ظالمی تو کمک کنی خداوند همو را بر تو مسلط می کند. به اون ظالم ظلم کردی، کمک کردی به ظالم، کمک کردی، به حساب باید نور چشمیش بشی. بالعکس این قانون الهیه، اگر به ظالم کمک کردی همین ظالم یک روزی بر شما مسلط خواهد شد. این قانونه. ظلم گفتم انواع مختلف داره، انواع مختلف دارد. یابی کردن به ظالم با حرف، با زبان، با وسیله است، با ابزار، گاهی اوقات با سکوت است، گاهی اوقات با رضایت به یک فعلی هست.
میگردد زیارت عاشورا، نمیخونید؟ فلعل الله امتا سمعت بذلك فرضیت به، ولعن الله امتا سمعت بذلك فرضیت به، شنید این خبر را و به این راضی شد که یزید ابن معاویه حسین ابن علی را به شهادت برساند. این را شنید و راضی شد، خداوند او را لعنت می کند و مورد نفرین و لعنت است. گاهی فکر نکنیم اینکه یاری کردن ظالم یعنی اینکه حالا یه سلاحی بدیم دستش، نه، ممکنه یه کلمه است، ممکنه اینکه ببینیم شخصی داره به کسی ظلم میکنه، فقط نگاه کنیم، صحبت نکنیم، امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، این میشه یاری ظالم. فکر نکنیم یاری دادن به ظالم یک مسئله خیلی بزرگی است، نه. امام صادق علیه الصلاة والسلام میفهم من اعان ظالما على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطا، اگر کسی به یک ظالمی کمک کند تا به یک مظلومی ظلم بشه، خداوند همچنان و همچنان بر او غضبناک است، ساخط است، تا وقتی که از کمک رسانی به ظالم دست برداره. خب این شخص دیگه دعاش مستجاب نمیشه، دیگه این شخص مورد رحمت الهی قرار نمیگه، این شخص دیگه مستحق نعمت نیست. یادتونه یه مدت پیش یه روایتی را ذکر کردیم، گفتیم امام صادق علیه الصلاة و السلام فرمودن گاهی اوقات انسان یک دعایی میکنه، شأن این دعا این است که مستجاب بشه، اما خدا مستجاب نمی کند. چرا؟ شأنش مستجاب شدنه، خدا به ملک میگه براش مستجاب کن، حالا در یک مدت کوتاه، در یک مدت طولانی، اما یک گناهی میکنه، به خاطر این گناه خدا میگه این مورد غضب من واقع شد، ای ملک دیگه دعاش رو مستجاب مکن. خب این ظالم، اینه که کمک به ظالم. ببینید گاهی اوقاتم اینه، دعامون مستجاب نمیشه، رزق و روزیمون زیاد، باید فکر کنیم به افکارمون، به رفتارمون، به افعالمون، حتی به گاهی سکوتمون. فلانی به فلانی ظلم کرد، من میتونستم جلویش رو بگیرم، نگرفتم، لااقل بیام استغفار کنم، خدایا الان که نمیتونم کاری بکنم، اما به درگاه تو به خاطر این گناه پناه میبرم. ظلم، اعانه به ظالم. ایام فاطمیه است، وابد ایام فاطمیه شدیم، بنابر روایتی که 45 روز باشه، یک مدت پیش وابد شدیم و دیگه این روزها همش، یکی دو ماه همش متعلق به بیبی دو عالم، سیدت نساء العالمین، کسی که امام حسن مجتبی بیدار میشد نیمه شب، میفرمودن نگاه میکردم پای مادرم ورم کرده از دعا و از نماز و از تهجد، همین که میخواست وقت دعا برسه دستها را بلند میکرد، ابتدا به حق بقیه دعا میکرد، به حق همسایگان دعا میکرد، بعد به حق خود ما و اهل بیت دعا میکرد. تعجب کردم، مادرم برای همسایگان دعا میکنید؟ ابتدا فرمودن بله، الجار ثم الدار، اول همسایه بعدن اهل خانه. اما همین همسایه ها چه کار کردند؟ آن روزی که هیزم ها بر در خانه آوردند، یا صاحب الزمان، آقا جان مجلس مادرت بی بی دو عالم حضرت زهراست، آقا جان خودت کمک کن. یا صاحب الزمان، آقا جان خودت بهتر میدانی، خودت به مصیبت واقفتمی آقا. هیزم ها بر در خانه جمع کردن، آتش زدن در خانه، آن در خانه ای که نبی اکرم بر آن می ایستاد، در می زد، اجازه ورود می گرفت، حضرت زهرا می آمدن، پدرم، پدر جانم،
البیت و بیتک، این خانه خانه توست، منم و انا خادمتک، جاویتک، من دختر تو هم، خدمتگزار تو هم. نبی اکرم می فهمود اما این خداست که به من دستور داده که اگر وارد این خانه می خوام بشم اجازه بگیرم. اما یا رسول الله، بعد از شهادت شما بدون اجازه وارد این خانه شده، با مشت و لگد وارد این خانه شدند. همین همسایه های بی وفایی که بی بی دالم نصف شبها براشون دعا می کرد، روی پشتبان ها ایستاده بودن خبر رسانی کنند. همین که آتش وارد خانه شد، دم خوب سوز شد، بر اثر آتش صدا زدن لقد دخلت النار الدام. آتش وارد خانه شده، یعنی در سسته. اگر میخواهید لگد بزنید در باز کنید، الان وقتشه. خود ملعونش نوشت به معاویه، معاویه چند قدم عقب رفتم، کوچه های بنی هاشم تنگ بوده رفقا، پشت به دیوار گذاشته، با فشار به سمت در آمده، آنچنان به در لگد زدم که صدای شکسته شدن دنده های فاطمه را شنیدم. از لاله زار تو محید آتش زبان می زد، گل گشته بود بر پر، بلبل ترانه می زد. دم گلشن منایت یک نو شکفته گل بود، گمی گذاش گلچین، آن گل جوان میزد. حالا بشنوید زبان آل زینب کبرا، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه، گاهی به خانه میزد، گاهی به پشت و پهلو، گاهی به دست و بازو، گاهی به چشم و صورت، گاهی به شانه میزد. گردیده بود قلفاز همدست با مغیبه، گردیده بود قلفاز همدست با مغیبه، او با غلاف شبشیر او تازیانه میزد، او با غلاف شمشیر او تازیانه میزد. فشار داد تمام. شاعر میگه بر حاشیه برگ شقایق بنویسید، گل تا به فشار در و دیوایم ندارد، ندارد سندازد زهرای عطم پشت در. اول صدا زد با محمدا، ابا انظر ما یصنع بی من بعدک، بابا نگاه کن بعد از تو چه کردن المامل. یه ندا هم زد و ولدا و مهدیا، تا
پسر منتقم شواز دازایا. سفم ندا هم این بود یا فالله تغذینی و الیکی از ندینی فزبی آمرا به سینه خود تکیه بده. به خدا جنینم را کشتن یا الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، 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 اجعل فرجنا مع فرجه يا الله. خدايا تمارنا يا موزيدي ازين دنيا مبر، خدايا بحق محمد و آل محمد قسمت میدیم در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد و در آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بگردان. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت، در بهش هم جوابی و همسایگی شما نصیب ما بگردان. مریضان شیعه الساع لباس عافیت بپوشان. قبض مقروضین ادا بگردان. دین مدیونین ادا بفرما. خدایا حاجت حاجتمندان روا بگردان. خدایا به حق محسن فاطمه علیهم السلام قسمت میدیم شب این وبا و این ویروس و از سر همه جهانیان از ساع کوتاه بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم ما را به ما هم به همگی ما حسن عاقبت عطا بفرما. از ما خدمتگزاران این مجلس شنوندگان بینندگان به احسن وجه قبول بگردان. آوازخ و ذخیره قیامت و قبر و محشر ما و برزخ ما قرار بده. و الارواح المؤمنین و المؤمنات رفتگان این جمع شنوندگان بینندگان عزیز خدمتگزاران این مجلس حسینیه من عاصی علما شهدا ارواح طیبه شهدا خدمه سید الشهدا نهد للجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد.